درود دارم خدمت هموطنان عزیزم. بار دیگه برنامه هفتگیمون رو خدمتون میفرستم از طریق رادیو تلویزیون جوانان امروز. صدر خبرهای هفته گذشته و هنوز هم ادامه داره نشست آقای ترامپ با آقای پوتین بود که حتما همه دستاندرکاران اپوزیسیون و غیره این ملاقات رو به خوبی دنبال کردن و میکنیم. فقط چند نکته ای رو اضافه خواهم کرد برای اینکه گفتن اون چیزهایی که گفته شده مسلما مورد علاقه شما نخواهد بود، ولی باید این موضوع رو چند موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. یکی این که قبل از این نشست یک هیئت عالی رتبه از آمریکا به مسکو رفتن و در نشست هایی که با هم قطاران خودشون از روسیه داشتن نشستن و کارهایی رو انجام دادن. من فقط برای آشنایی کسانی که ممکنه آنچنان آشنا نباشن خدمتون بگم که معمولا یک همچین نشست های 2 ساعته میشه گفت که جنبه فرمالیته داره، یعنی کارهای اساسی قبلش و بعد از اون انجام میشه و ما این تشتت رو در اون کنفرانس خبری که شنیدیم و گوش کردیم کاملا میشد دید و در حقیقت یک پروتکل، یک برنامه تشریفاتیه، وگرنه کارهای اساسی در نشستهای قبلی با علاقمندی مطالبی که باید از هر دو طرف مطرح بشه روی کاغذ میاد و بعد اینا رو خود هر کشوری اون افراد متخصصشون ارزیابی میکنن، کم و زیادش میکنن و بعد اینا رو به طرف مقابل رد میکنن و بعد طرف مقابل اینا رو مطالعه میکنه، کم و زیادش میکنه و بعد با مشورت مشاورانشون دو مرتبه دور هم جمع میشن. این کار تا الان انجام شده. حالا کار بعدی اینه که ادامه کار با همون گروه های هیئت عالی باز هم پیگیری خواهد شد و بعد یواش یواش به صورت یک پالیسی یا سیاست یا قطعنامه یا هر چی دیگه که بخوان روش مانور بدن مطرح خواهند کرد. البته امکان اینم هست که خیلی از مطالب رو مطرح نکنند ولی انجامش بدن. البته اون چیزی که برای ما مشخص هست اینه که مسئله ایران 100% در این گفتمان بوده، مسئله سوریه و آوارگان حتما بوده، موضوع خروج عرشبت که سپاه قدس از سوریه حتما بوده، عرشبت که تحریم، صحبت از تحریم و همکاری روسیه تو این برنامه ها گنجانده شده، مسئله کریمه عرشبت که یوکراین تو این برنامه ها بوده، موضوع حضور ایران در عراق و در یمن به صورت نه اصل موضوع ولی به صورت فرعیش بوده و همچنین موضوع لبنان و حزب الله لبنان هم جزء این برنامه ها بوده. آقای بولتون در یک مصاحبه خیلی کوتاه گفته که ما در سوریه خواهیم بود تا زمانی که جمهوری اسلامی اونجا هست. بنابراین این یک هشداری بوده هم به
عرض شود که به پوتین و هم به جمهوری اسلامی که اونا نخواهند رفت و میدونیم که حملات اسرائیل به صورت حملات هواییشون در 7-8 روز گذشته بدون اینکه سر صدایی ازش ایجاد بشه، برای اینکه همه دنبال برنامه های نشست آقای ترامپ در اروپا بودن، در کنفرانس ناتو بودن، عرض حضورتون که و نشست آقای ترامپ در انگلیس با خانم ترزا می و دیگر سران کشورهای اروپایی بوده. بنابراین اسرائیل هم از فرصت استفاده میکنه در این شرایط، اون چیزی که باید بکوبه کوبیده و قاعدتا چیزی آنچنانی از سپاه قدس در سوریه باقی آنچنان نمانده. اون چیزایی هم که هست احتمالا این به قول معروف کاسه کوزشون رو جمع خواهند کرد و از اونجا خواهند رفت. خبر برای من به خصوص اینه که، یعنی خبر خوش اینه که نبودن ایران جمهوری اسلامی در سوریه دو تا حسن داره. یکی این که کمک های عرشبت که مالی ممکنه قطع بشه به خاطر اون قرار اون قطعنامه FATF که پول موضوع پولشویی هست ممکنه از اون طریق قطع بشه، و یا اینکه لزومی نداشته باشه دیگه بخوام پول بفرستن اگرم پولی داشته باشن. البته صحبت از این بوده که اروپا یک مقدار چندین میلیون یورو قراره که با هواپیما بفرسته به ایران، که این درخواست جمهوری اسلامی بوده که گفتن چون ما داریم وارد مرحله تحریم میشیم ما احتیاج به پول نقد داریم، که البته ما فکر میکنیم که این پولها به کار مردم ایران نخواهد رفت، بلکه اون تعهداتی است که جمهوری اسلامی به حزب الله و یمن و عراق و غیره داره. بنابراین موضوع، برگردیم به موضوع آقای ترامپ و آقای پوتین. به نظر میرسه که آقای ترامپ راضی بوده از اون نکاتی که قبلا روش صحبت شده و نگرانی آنچنانی نباید باشه. قاعدتا آقای پوتین هم باید راضی باشه برای اون مطالبی که چند دسته پیش خدمتون عرض کردم، ولی خب باید صبر کرد و دید که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. در این رابطه صحبت های زیادی هم شده، اینکه هنوز کافر تایید نشده که روسیه ممکنه که کمک بکنه به جابجایی گاز و نفت جمهوری اسلامی، در ازای اون غذا، مواد غذایی و چیزهایی که مورد لزوم جمهوری اسلامی هست به جمهوری اسلامی بده، که البته ما میدونیم نظر صنعتی نمیتونن عرشبت که چیزی به درد بخورشون ندارن بخواد روسیه به ما بده. البته صحبت از این بود که جمهوری اسلامی درخواست هواپیماهای جنگی سوخوی کرده بوده، ولی ظاهراً 10% از لوازمی که در این هواپیماهای سوخوی جنگنده جزو ساخت آمریکا هست، بنابراین طبق قراردادهایی که دارن نمیتونستن این هواپیماهای جنگی رو به جمهوری اسلامی بدن. این نکته ای که در این مورد بخوام اضافه بکنم، آمدن آقای علی اکبر ولایتی به روسیه با یک نامه خیلی محرمانه از آقای خامنه‌ای و یک نامه از آقای روحانی داشته، که البته خود این موضوع سخن زیادی رو در بر داشته که چرا آقای ظریف نباید بره ولی آقای ولایتی بره. صحبت از این است که نکاتی که باید مطرح می شده آقای روحانی و یا آقای خامنه‌ای یا هر دوشون
اطمینان بیشتری از به آقای ولایتی دارن تا آقای ظریف، و مطالبی بوده که فقط ممکنه که این سه تا آدم، یعنی خامنه ای، ظریف و ببخشید ولایتی و آقای روحانی میتونستن داشته باشن. و این البته همزمان میشه با ورود روز قبلش آقای نتانیاهو به روسیه و ملاقاتش با آقای نتانیاهو بوده که، و بعدم عرشبت حضورتون ملاقاتی که آقای پوتین قرار بوده که با آقای ترامپ داشته باشه. تمام اینا وقتی که با هم جور میکنیم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی عرشبت که مخشوش بوده، نگران بوده که این ورود آقای نتانیاهو قبل از عرشبت که ملاقات آقای پوتین ممکن که اثرگذار بشه، خواستن به احتمال قوی یک مقدار اگر خسارتی قرار در آتیه باشه ازش جلوگیری بکنن. و نکته دیگه این که یک مقدار خودشونو به نظر میاد که بیشتر بفروشن به عرشبت حضورتون که به روسیه، و به خاطر این بتونن که یک مقدار کمک های روسیه رو هنوز داشته باشن. ولی ما به جرأت میتونیم بگیم که روسیه مثل هر کشور دیگه منافع کشور خودشو در نظر داره. متاسفانه برخلاف تمام کشورها جمهوری اسلامی، براش ایران مهم نیست، مردم ایران براش مهم نیستن. این صحبت درستیه، برای اینکه ما در این 40 سال دیدیم اون چیزی که براشون مهم نبوده مسائل ایران بوده، که حالا در نشست امروز هم که من در خدمتتون هستم مطالبی رو در این عنوان خدمتتون ارائه خواهم کرد. در هر صورت نکته دیگه هم که باید اضافه بکنم، بازگشت آقای ظریف از ملاقات هایی که در اروپا داشت و ملاقات آقای روحانی که در اروپا بود و در اتریش و در سوئیس ملاقات کرده بودند، به نظر میرسه که اونجا تیرشون به سنگ خورده و چیزی رو دستگیرشون نشده. البته جزو خبرها میشه لابلای خبرها خوند که ممکنه اروپا از گاز و نفت جمهوری اسلامی استفاده بکنه ولی پولی رد بدل نشه، بلکه مثل همین برنامه‌ای که برای روسیه هست که نفت و گاز بگیرن بعد مواد غذایی و غیره بدن، برای اروپا هم این که اون نفت و گاز بگیرن و اینا مبالغش در یک بانکی یا همون بانک اتحاد اروپا که قاعدتا بعد اون باشه در اونجا متمرکز بشه و در قبال اون تجار و یا جمهوری اسلامی بتونه مواد و یا وسائلی که مورد نیازش هست به صورت پایا پای از اروپا از کشورهای مختلف بیاره و اون کشورهای مختلف بتونن از اون بانک پولهایی که جنسایی که فرستادن بدن. حالا این چه کمکی میتونه بکنه؟ تا یه اندازه کمک میتونه بکنه، ولی جمهوری اسلامی احتیاج به پول نقد داره. پول باید اینا رو تبدیل بکنه، باید جیرخارانشون رو بعد پول بده، باید حدود 5-6 میلیون کارمند داره جمهوری اسلامی در ایران، بعد اونا رو بتونه پولاشون رو بده و بعد باید اینا رو تبدیل بکنن و این پولا نخواهد اومد. البته در این مورد به خصوص جمهوری اسلامی میتونه مثل گذشته پول چاپ بکنه و این باعث میشه که تورم خیلی بالا بره. تورم البته الان با وضعیتی که ما الان با دلار داریم میبینیم که واقعا
از دست تورم بسیار از دست خارج شده، یعنی دیگه کنترلش رو نمیتونن بکنن. در واقع اون 4200 تومانی که پول تبدیل دلار بوده که فیکس کردن، قاعدتا طبق گزارش داد که میاد الان در حقیقت بین 6 تا 7000 تومان اون 4200 تومان مطرح میشه. و همینطوری که باز هم هفته گذشته و دو هفته قبل گزارش کردم خدمتتون، سازمان ها و شرکت های مختلف پول های 4200 تومان رو گرفتن که جنس بیارن، که البته حدود 70 یا 80 درصدش این پول ها هنوز بر نگشته، و اون پول هایی هم که در ازایش برگشته چیزایی نبوده که بابتش حساب باز کردن، اعتبار باز کردن، و اون رقم هایی که اومده بر اساس 4200 تومن برای مردم حساب نشده، بلکه روی 6000 و 7000 تومن مطرح شده. خب ما از اگر از این موضوع رد بشیم، یک خبری بود که در لابلای تمام این خبرهایی که این هفته گذشته بود و انعکاس کمتری پیدا کرد، و در حقیقت توقع من این بود که اپوزیسیون بتونه بیاد روی این خبر مانور بده و اینو بزرگش بکنه و در اختیار شما هموطنان عزیزمون بذاره، و اون این بود که خبر بود که آقای پوتین سند دریای خزر رو، دریای مازندران رو امضا کرده و منتظره که دیگر کشورها اون سند رو امضا بکنه. از مفاد این سندی که آقای پوتین امضا کرده هیچ خبری نیست که بگن که خب حالا سهم ایران چی هست، مال عرصبت که کشورهای دیگه چی هست. حالا من یک خلاصه کوچکی رو از این قراردادی که بین ایران و شوروی سابق بین ایران و اونها امضا شده خدمتتون میگم. در 1921، یعنی فکر میکنم زیر 100 سال، قراردادی بین ایران و عرصبت حضورتون که اون موقع پرشیا بهش میگفتن در اون قسمت برای قسمت خارجی و شوروی امضا شد، که در این قرارداد دو کشور به صورت مساوی 50-50 از دریای خزر میتونستن استفاده بکنن و سهمشون 50% این برای ایران بود، 50% برای شوروی بود، و مشکلی هم برای کسی وجود نداشت. البته در این قرارداد در 1940 دو مرتبه به همین صورت با یه مقدار تفاوت دو مرتبه امضا شد و همون دو مرتبه 50-50 نصف نصف شد، و این قرارداد هر چی که در آب بود و در زیر آب بود منعقد شد، و کشتیرانی هم همینطور، و منابع دریایی مثل ماهی یا چیزهای دیگه همینطور، و آنچه که زیر دریا باشه به نفع هر دو طرف بود. خب در 1991 فروپاشی شوروی سابق انجام شد و کشورهای مختلفی عرشبت حضورتون که حاکمیت خودشون رو داشتن، و در این فاصله کشورهایی که در ساحلشون با دریای خزر و یا دریای مازندران بود، از جمله آذربایجان، ایران، روسیه، قزاقستان و عرشبت که ترکمنستان، این پنجتا کشور کشورهای ساحلی دریای مازندران هستند. بین این
4 تا کشور غیر از ایران با عرصبت که مدیریت روسیه آمدن بین خودشون یه قرارداد بستن و بدون اینکه ایران رو قاطی بکنه، و در این قرارداد سهم ساحلی دریای خزر رو به بین خودشون تقسیم کردن بر اساس عرصبت مقداری که ساحلی که دارن. و به عنوان مثال میگم در مورد ایران، از این ور دریا، از زمانی جایی که خط ساحلی ما هست، از دو گوشه دریا این خط رو به هم وصل کردن، گفتن این سهم شماست، که در این شرایط سهم ایران حدود 11% بهش میرسه. نکته ای که هست اینه که اول که باید یادآوری بکنم که از زمان حدود 30 ساله که نفت و گاز زیر دریا مخصوصا از طریق آذربایجان و جمهوری آذربایجان داره استخراج میشه با شرکت بریتیش پترولیوم و دیگران هم از این مصرف میکنه، ولی یک سنت هم به جمهوری به کشور ما نمیدن. بنابراین در سطح در زیر دریا دیگه مرزبندی که وجود نداره، مثل تصور بفرمایید که یه مخزنی اون زیر هست و هر کسی میتونه از این مخزن آب یا عرشبت که گاز یا نفت رو بگیره، و اینو در حقیقت متعلق میشه به تمام کشورهای ساحلی که قبلا فکر کرده بودن چون 5 تا هستن حدود مثلا 20% از اون چیزی که در میاد بتونن بین خودشون تقسیم کنن، که تا الان این کار انجام نشد. من در یک نوشته در فیسبوک هم نوشتم که باید جمهوری اسلامی به دادگاه های بین المللی مراجعه بکنه، اول با خود اینا صحبت بکنه و اگر متقاعد نشدن باید جامعه جهانی رو و دادگاه های جهانی رو بتونه متقاعد بکنه که این سهم و سهم مردم، در حقیقت مردم ایران هست که خورده شده. همونطور که در ابتدای این جلسه امروز خدمتتون عرض کردم، این مطالب یه چیزای واضحه، ولی جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای اینکه میخواد با غرب یا آمریکا مجادله بکنه، میخواد جنگ بکنه و طرف میخواد داشته باشه، به اصطلاح پشتیبان میخواد داشته باشه. این پشتیبانو فکر میکنه که روسیه این پشتیبانی رو ازش خواهد کرد، در حالی که اینطور نیست. روسیه منافع خودش رو خواهد داشت و هر زمانی هم که بشه میتونه و کرده و خواهد کرد، کما اینکه ما در اون 7 تا قطعنامه‌ای که باعث شد که بعداً به برجام برسه، تمام اون 7 تا قطعنامه رو امضا کرد و جمهوری اسلامی رو محکوم کرد و باعث شد که در انتها ما به قرارداد برجام برسیم، در حالی که میتونست امضا نکنه. حالا من برای اینکه چیز نشم، به صورت منحرف نشم از این صحبتی که خدمتتون عرض کردم، اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی نه صلاحیتش داره و نه میخواد و نه عرشبت حضورتون که مقبولیتش داره و نه عرشبت که نماینده مردم ایرانه که بخواد بیاد از با این 4 تا کشور دیگه جنگ بکنه یا اینکه مقابله بکنه که سهم خودشو بگیره. موضعی که من الان دارم راجع به صحبت میکنم، چون الان مخشوش میکنن این 4 تا کشور
موضوع رو دارن مخشوش میکنن، میگن طبق قوانین بین المللی دریا این هست، دریاچه این هست، چون بعضی موقع این دریای مازندران مثل شترمرغ شده، اون چیزی که به نفعشون هست میگن که دریاست، اون جایی که به نفعشون نباشه میگن دریاچه است، بزرگترین دریاچه دنیاست و غیره. ولی من نکته‌ای که میخوام بهش بسنده بکنم اینه که ما باید مطالب تاریخی رو مطرح بکنیم. ببینید ما 17 شهر شمالمون رو از دست دادیم و طبق قراردادی بوده، و آیا اگر قرارداد هست ما باید اون قراردادم محترم بشموریم، این قراردادم باید محترم بشموریم. اگر این قرارداد مهم نیست یا اینکه فقط اون چیزی که به نفع اونا هست باید باشیم، بنابراین باید وضعیت خودمون رو در این مورد روشن بکنیم. بنابراین صحبتی که من دارم اینه که اگر ما به موضوع تاریخیش برسیم، ما یه قراردادی رو با شوروی امضا کردیم 50-50. حالا این کشور شوروی سابق تقسیم به اشتباه که چندین 13 تا یا هرچی استان شده یا کشور برای خودش شده، اون دیگه مسئولیت ما نیست، اون مسئولیت شوروی سابق و روسیه جدید هست که باید اینو با کشورهای قمر خودش، یعنی چیزایی که دوروبر خودش هستن، حل بکنه. ما چرا باید بیایم جبران مشکلاتی که خودشون دارن حل داشته باشن قاطیشون بشیم؟ اگر قراره که مسائل ساحلیش رو داشته باشه، میتونه مطالب ساحلیشون رو داشته باشن، اون یک فرمولی رو پیاده بکنن برای اون قسمتی که میتونن از ساحلش استفاده بکنن. ولی از نظر این که نصف اون دریا متعلق به ما هست، نباید چون حرفی باشه. حالا این چجوری میتونه این کار انجام بشه؟ تا الان جمهوری اسلامی همش تفره رفته. چرا تفره رفته؟ چون نمیخواد که پا رو دم این چهار تا کشور بذاره، مخصوصا روسیه. ولی این که نمیتونه ادامه پیدا بکنه، ما 30 سال عرض کردم دارن منابع زیرزمینی دارن از اونجا میبرن. پس نیاز به یک حکومتی رو داره که این حکومت بتونه چند کار رو همزمان انجام بده. یک این که تمام کسانی که یا تعداد وکلای بین المللی رو بهتریناشون رو جمع بکنه در زیر یک سقف، باشون قرارداد ببنده و مسائل رو براشون مطرح بکنه، از نظر قانونی این موضوع رو مطرح بکنن، بعد به سازمان‌های مختلف دنیا مراجعه بکنن. نکته دوم که خیلی مهم هست که متاسفانه این از عهده جمهوری اسلامی بر نمیاد، و اونی که تعامل و کمک و پشتیبانی کشورهای مهم دنیا رو داشته باشه سر این موضوع. آمریکا اولیش، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، ژاپن، با اونها باید رایزنی بکنه و اونها رو متقاعد بکنه که مسائل تاریخی رو باید رعایت بکنن، چون گریبانگیر اونا هم خواهد شد در مسائلی که الان اختلافات مرزی هست بین بعضی از کشورها، باید بتونن این مطالب رو مطرح بکنن. ولی متاسفانه این موضوع مد نظر جمهوری اسلامی نیست، و هیچ موقع تا زمانی که اسیر منویات پوتین هست نخواهد شد، چون در حقیقت
پوتین و روسیه ایران رو به صورت یک هاستیج، به صورت یک گروگان گرفتن و در حقیقت میگن ما به شما کمک میکنیم، اگر یه چیزی درست نباشه در سازمان ملل ویتو میکنیم، پس شما هم باید به ساز ما برقصیم. به عنوان مثال میخوام بگم، ببینید قرار بود که نفت و گاز ایران از طریق ترکیه یا از طریق آذربایجان یا از مسیر دیگه به اروپا بره، ولی پوتین جلوش رو گرفت و ما هیچ صدامون در نیومد. ما منظورم جمهوری اسلامیه. چرا؟ برای اینکه تطمیع شدن برای اینکه کاری رو نخواستن بکنن و نمیتونن بکنن. یکی از هزارها دلیلی که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه همینه. از روز اول گفتن نه شرقی نه غربی، ولی الان میبینیم که واقعا وابسته هستن. جمهوری اسلامی واقعا وابسته است و این حرفای نمیدونم با میخوام مستقل باشیم، ما مستقل هستیم، رژیم قبلی نوکر آمریکا بوده، انگلیس بوده یا هرچی، الان اگر قراره که موضوع نوکری باشه، موضوع استقلال باشه، ما الان هیچی نداریم، نه غرب داریم و نه شرق داریم، در حالی که ما رو همه رو دارن ما رو میچاپن. نکته آخری که میخوام راجع به این موضوع مطرح بکنم، ببینید وقتی که صحبت از خلیج فارس میشه و یک کسی یک اسم دیگه ای رو به خاطر بیاره به جای خلیج فارس، ما میبینیم که مخصوصا جمهوری اسلامی اینو خیلی خوب باش بازی میکنه، همه گریبانشون رو پاره میکنن، خلیج خلیج فارس، همیشه خلیج فارس، فلان فلان، ولی دریای خزر ما رو از ما دارن میگیرن، همه یواشکی بدون سر صدا همطور گرفتن. تا الان هم 5 تا یا 6 تا نشست سران کشورهای منطقه ساحلی خلیج دریای مازندران بوده، ولی هر نشستش هم به یه نحوی جمهوری اسلامی ازش فرار کرده، نشسته پاشو بذاره روی زمین در بگه که این کار انجام بشه. البته آمادگی هم ندارن و نمیخوام آمادگی داشته باشن. منظورم اینه که هموطنان عزیز، اگر ما به تمامیت کشورمون اهمیت بدیم که میدیم، اگر میگن که آقا ممکنه جزیره قشم رو بخوام بدن به چینیا، که البته درست نیست، خبرش به نظر درست نمیاد، ولی خلیج فارس که میبینیم که مرتب میخوان که اسمشو عوض بکنه، هیچ فرقی با دریای مازندران و خزر نداره، اونجا حالا میخوان اسمشو عوض بکنن که نمیتونن به هیچ وجه. اینجا دارن از ما گرفتن در حقیقت. الان ما در بهترین شرایط بین 13%، در بدترین شرایط 9% میگن ما به شما اینقدر از دریای خزر به شما میدیم. البته حالا من وارد اون جریانات ریختن فاضلاب های مختلف در این دریا و چه اتفاقاتی داره براش میفته و این دریا در 7-8-10 سال آینده یک مرداب کثیفی خواهد بود که همش سم خواهد بود، من وارد اون الان نمیشم و این یک تعهد نیست که باید تمام کشورهای ساحلی انجام بدن، که متاسفانه بعضی از کشورها اصلا براشون اهمیت نداره. ما میدونیم که تمام آشغال هایی که وارد ولگا میشه، اون مسیر بزرگی که رود ولگا رو تشکیل میده که میرسه به دریای خزر، دریای مازندران، از یک مسیر بسیار طولانی میاد و بسیار رودخانه بزرگی هست که میدونیم توش کشتیرانی میشه و همونا تمام اینا واریز میشه به این دریا و همینطور کشورهای ساحلی. خود ما هم، ما خود ایران، ما ایرانی ها هم دیدیم و عکساش هم هست که چه مواد عرض شود که
زایده های کارخونه ها ریخته میشه و چه پلاستیک های اونجا ریخته میشه. متاسفانه ما خود ما مردم آدم ها نمیان و دلسوزی بکنیم سر این موضوع. درسته که یک حکومت باید این کارها رو انجام بده، ولی وقتی که حکومت نمیکنه چیکار باید کرد؟ اگر چراغ قرمزی سر چهارراه هست روشنه، کسی هم کنترل نمیکنه، ما باید رد بشیم؟ نه نباید رد بشیم، با اینکه طبیعیه. خب هدف از این گفتن این موضوع که به نظر من خیلی خیلی موضوع مهمیه، حتی شاید به همون اندازه ملاقات آقای، نه به اندازه اون، حتی ده ها برابر مهمتر از ملاقات آقای پوتین و آقای ترامپ هست. ما باید این موضوع رو ول نکنیم، دنبالش رو بگیریم و اینو عرشبت حضورتون که یک کمپین ازش درست بکنیم، جزو تظاهرات، جزو اعتصاباتی که میکنیم، جزو به یادآوری جمهوری اسلامی برسونیم، به گوش روسیه و کشورهای ساحلی برسونیم که ما کوتاه نخواهیم اومد و اونا نتونن این سندی که آقای پوتین امضا کرده و آماده هست. و میدونین این مهم، خیلی مهمه، پوتین و سیاستمداران روسیه بسیار بسیار ماهر هستند و الان میدونن جمهوری اسلامی در یک گوشه قرار گرفته و این الان بهترین زمانی است که میتونن این قرارداد رو امضا بکنن. ولی ما باید این موضوع رو مطرح بکنیم در اون اعتصابات، در اون تظاهراتی که میکنیم، بگیم که هر قراردادی که بر علیه منافع کشور باشه، منافع تاریخی کشور ما باشه، اون قراردادها پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باطل خواهد بود. و البته یه خودش یک موضوع قانونی هست که به این راحتی نمیشه ازش گذشت، چون جمهوری اسلامی یک الان یک حکومت که رسما شناخته شده توسط سازمان ملل و قراردادی که امضا میکنه قراردادی است که باید مورد قبول نسل‌های بعدی باشه. ولی باز هم میشه در یک زمانی مطرح کرد که اینها در حقیقت حکومت نبودن، بلکه یک حکومت قاصب بودن. از این موضوع که بگذاریم، برای اینکه از وقت استفاده بکنیم، مطالب زیادی دارم خدمتون بگم. نشستی در کلن، شهر کلن آلمان بود که شورای دموکراسی خواهان ایران، این فکر میکنم که دومین نشستشون بود، شورای دموکراسی خواهان ایران، و در اطلاعیه که دادن بیرون مطالب خیلی خوبی مطرح شد. حالا من یک مشکل دارم با یک قسمتی از مطالبی که در قطعنامه‌شون گفته شده و من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که با هیچ سازمان گروهی وابستگی ندارم، ولی به عنوان یک کسی که نگران هستم، اون چند تا مطلب رو میگم. از این نظر خوبی این نشست اینه که این جمهوری خواهان و دیگران که میشینند و عرشبت که اتحادی رو ایجاد میکنند و این اتحاد امیدوارم که با حضور دیگر گروه های مختلف بتونن اینو اتحاد بزرگش بکنن، یک مجموعه ای از کنگره، حالا اسمشو بخواهم بزنیم کنگره یا شورای ایرانیان در خارج باشه، بسیار کار درستیه. بیشتر کسانی که در این نشست دموکراسی خواهان ایران شرکت کردن کردها بودن، یعنی نماینده های کردها، نماینده های لرد و آذری، عرب ها و عرب های ایرانی و عرصبت حضورتون که سیستان و بلوچستان و کسای دیگه. ولی بیشتر این 5-6 تا
قوم بودن. حالا من راجع به قوم صحبت میکنم و اقوام صحبت میکنم، ولی متاسفانه در نوشتار این گروه چند تا موضوع هست که باعث عرشبت که اختشاش فکری من و من فکر میکنم بعد اکثر مردم کشور ما باشه. در نوشته هاشون راجع به احزاب صحبت میکنن و اقوام و ملیت ها. من میخوام بگم که ما یک ملت داریم، یک کشور داریم و یک پرچم داریم، یک زبان سراسری داریم و بقیه طبق همون چیزی که الان بهش گفته میشه اقوام هستن. و نکته دیگه موضوع فدرالیزم هست که در نوشته هاشون، در گفتارشون راجع به آینده ایران یک کشور فدرالیست خواهد بود، من باش مشکل دارم. یک حزب میتونه مرامنامه خودشو داشته باشه، ولی این حزب نمیتونه برای مردم ایران، برای کشور ایران تعیین تکلیف بکنه. درسته که افرادی هستند از اقوام مختلف در این نشست یا نشستهای دیگه شرکت میکنه، ولی آیا این افراد به معنی واقعی نماینده های اون اقوام هستند؟ به نظر من نیست. به نظر من قسمتی از اون اقوام میتونن باشن، ولی نه تمام اقوام. به علاوه یک قوم یک قسمتی از یک موزاییک که بزرگ یک کشوره، تمام کشور نمیتونه باشه. نکته مهم که باید اضافه بکنم، این نوع طرز فکر و قطعنامه نوشتن به نظر من ما رو به اون سر مقصد نمیرسونه، ما رو به جدایی از همدیگه تعیین میکنه میرسونه. بنابراین چه اشکالی داره که در یک مورد که همه باهاش موافق هستن، همون که من یکی از چیزهای خوبی که همه این اقوام دور هم نشستن و صحبت کردن موافقت کردن و اون گذر از جمهوری اسلامی، فروپاشی جمهوری اسلامیه و این درسته، کاملا درسته، چرا با فقط به این بسنده نکنیم؟ نکته که بازم مثبت هست اینه که تصمیمشون این بوده که ما یک زبان ملی داریم و اون زبان فارسیه، کاملا درسته. بنابراین این چیزهایی که درسته و هیچ کسی باهاش مشکل نداره با اون باشیم. نکته ای که میخوام مطرح بکنم که از من ایرادی نگیرن یا اگرم بگیرن مهم نیست، اینی که فدرالیزم یعنی چی؟ چه نوع فدرالیزمی رو ما میخوایم؟ فدرالیزمی که مثل کاناداست یا مثل آمریکاست یا مثل هند یا آلمان یا سوئیس، کدوم یکیشه؟ به علاوه ما اینو بهش اعتقاد داریم که مسائل داخلی هر منطقه توسط خود اداریش یا هر چی دیگه، توسط خود اون مردم اون منطقه باید انجام بشه. این قبلا هم بوده، الان هم هست، ولی اجرا نمی کنه. پس ما راجع به این موضوع مشکلی نداریم که کارهای اداری هر منطقه توسط خود مردم اون منطقه بودجه در اختیارشون باشه، شهردار باشه، فرماندار باشه، هر شود که تمام بخشدار، هر چی که میخوان انجام بدن اونجا توسط خودشون انجام بشه، چون واقعیتش اینه که اونها بهتر از هر کسی دیگه میتونن، اقوام میدونن که چه چیزهایی مورد احتیاجشون هست. آیا احتیاج به فرودگاه بیشتر دارن، به عنوان مثال میگم، یا شاهراهایی دارن، یا ریل قطار میخوان، یا
چیزهای دیگه میخوان یا هر چیزی دیگه که میخوان. ولی از این که میگن ما یک به صورت یک بسته باز نشده به نام فدرالیست فدرال کشور فدرال صحبت میکنن، یعنی چی؟ تا زمانی که اینو مطرح نکنن نشکننش، هیچ که نمیتونه راجبش صحبتی بکنه. و این تخم لقی که بخوان بذارن بدون اینکه این تجزیه تحلیل بکنن که این فدرالیسم یعنی چی، درست نیست. حکومت غیر متمرکز درسته، خود حکومت غیر متمرکز هم باید تعریف بشه که یعنی چی. میخوام پایان بدم به این موضوع. برای اتحاد که این گروه شورای دموکراسی خواهان ایران که کار درستی رو انجام میدن و من تبریک میگم به این نشست دومی که داشتن و بازده های خوبی هم داشته، اجازه بدین که این همین روش خودش رو داشته باشه. البته این قطعنامه که دادن به نظر من قطعنامه نیست که فراگیر تمام کشور ما باشه، نیست. و من فکر میکنم که این کار بسیار خطرناکیه و اینو باید بذارن به عهده زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون شد، احزاب مختلف، قومهای مختلف دور هم بشینن، حرفاشون رو بزنن، همدیگر رو متقاعد بکنن، یا بذارن به عهده رفراندوم هایی که ما چندین رفراندوم خواهیم داشت و باید هم اینطور باشه، البته با ایژوکیشن، با آموزش. رفراندوم بدون آموزش اصلا ارزشی نداره. ما اگر میگن ما 10 میلیون بی سواد مطلق داریم، ما بخوام از این 10 میلیون بی سواد مطلق که یعنی خوندن و نوشتن نمیدونن بخوایم رأی بگیریم، به کجا میخوایم برسیم؟ نمیگم که اون 10 میلیون نمیفهمن، اصلا همچین صحبت رو نمی کنن. حرف من اینه که باید تمام مطالب توسط رسانه های گروهی و مردمی و احزاب به مردم گوش زد بشه. خب ما از این موضوع هم بگذاریم. فکر میکنم که نکاتی که باید گفتم. نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که آقای ظریف اعلام کردن که به من گفتن که 2 دقیقه فرصت هست و سعی میکنم در این 2 دقیقه اون چیزهایی که نوشته بودم و بگم. من فکر کنم که زیادی صحبت کردم. آقای ظریف شکایت بردن به دادگاه لاهه و از آمریکا شکایت کردن که از برجام آمده بیرون و درخواست خسارت کردن، که البته به جایی نمیرسه، برای اینکه جز برجام نوشته که هر کدوم از این 5 به علاوه 1 میتونن بیان بیرون بدون اینکه مسئله باشه. ولی نکته‌ای که هست اینه که این شکایت رو که بردن، ما 82 میلیون نفر آدم که از جمهوری اسلامی شکایت داریم، باید کجا بریم؟ باید به کی شکایت بکنیم؟ آقای ظریف شما رفتین به دادگاه لاهه شکایت میکنین، 82 میلیون از شما و جمهوری اسلامی، ننگین جمهوری اسلامی شکایت داریم، نمیدونیم چکا باید بکنیم. یه مثال بهتون بزنم آقای ظریف، یکی از قربانی های آقای سعید توسی برای اینکه نتونست احقاق حق بکنه رفته به ترکیه و در دادگاه ترکیه عرشبت حضورتون درخواست چیز کرده، درخواست عدالت کرده. نکته ای که چون وقتم بسیار بسیار کمه، بخواستم یه نکته رو خدمت بگم. ما در وضعیت خیلی بدی از نظر مالی کشورمون هست، ولی من خواهم یک نکته رو بگم راجع به آقای رئیس ستاد بازسازی عتبات. اومده گفته که ما حرم علی رو، حضرت علی رو
20 برابر افزایش دادیم. 6 گنبد طلای بی نظیر که ایشون، من دارم لغتش رو میگم، در تاریخ بی نظیر هست اضافه کردیم. اولین فاز حرم امام حسین رو عرض شود حضورتون 14 برابر کردیم. تجهیزات صحن حضرت زهرا رو که از کشور ایران بوده تأمین کردیم. ببینید اینا این پول هاییست که از کشور ما داره میره. ما الان وضعیت بسیار اسفناکی رو داریم و آقایون دارن میان راجع به گسترش صحن حضرت علی صحبت میکنن، 6 تا گنبد طلایی دیگه میسازن، احتیاج ندارن. فکر میکنن حضرت علی احتیاج داره یا چیزی دیگه. چرا اینا رو داخل کشور این کار رو انجام نمیدیم؟ خب من در این قسمت که راجع به این موضوع صحبت کردم خیلی کوتاه میخوام بگم که این 12,800 میلیارد تومان سازمان سامر الحجج، یک مؤسسه مالی که برشکست شده، چند نفر، 3 نفر به نام ابوالفضل میر علی که اصلا دیپلم هم نداره به عنوان رئیسش و دخترش و یک نفر سوم که نفر سوم فراریه، این پولا رو ملت دارن باید پرداخت بکنن. یعنی بانک مرکزی باید تقبل بکنه بده، ولی پولش از کجا آمده؟ از پول شما آمده. یعنی میشه 12,800 میلیارد تومان که این سازمان اومده انجام داده، برشکست شده، از پول من شماست. چند تا نکته رو میخوام در این مورد اضافه بکنم. به عنوان مثال 3 میلیارد تومان هدیه دادن به یکی از این افرادی که به عنوان توی رادیو تلویزیون صدای سیما به نام آقای مدیری، 3 میلیارد تومان کادو بهش دادن. یا خود همین آقای ابوالفضل میر علی به فامیل خودش در یک رقم 260 میلیارد تومان، 260 میلیارد تومان گفته بیا بذار به حساب اونجا، بین 40% تا 89% به این سود داده به فامیل خودش. این صحبت درستیه، برای اینکه آقای سیف رئیس بانک مرکزی هم حدود 2 ماه پیش اعلام کرد، البته گفت تعدادش زیاد نیست، ولی یک اون صحبتی که آقای سیف کرد همینه، بین 40% تا 89% سود بانکی دادن. خب سامل الحجج باید ورشکست بشه. و بعدم میگن که این بانک یا این مؤسسه مالی اجازه فعالیت نداشته، در حالی که 480 تا شعبه داشته در سراسر ایران. شما ببینید که مملکت به چه صورتی در اومد. به نظر من وقت من تموم شده، فقط قسمت آخر آتش زدن عکسای خمینی در بصره، خبرهای روز بوده در عراق و اینم خبر خوبی هست، برای اینکه اونا هم فهمیدن که جمهوری اسلامی پدر اونا رو هم در آورده. من وقتم تمام دیگه، بیشتر از این فکر نمی‌کنم، به من اجازه بدن. امیدوارم که مطالب بعدی رو در یک فرصت دیگه خدمتتون عرض بکنم. روز و شبتون بخیر باشه، تا نشست بعدی، بدرود.